اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از ما مدال میخواهد این مظهر جنایت و کشتار. اسناد افتخارش را در پیشگاه ملت مظلوم مینهد و با غرور میگوید سرها بریده بین بی جرم و بی جنایت در بارگاه ظلمت و ادبار. اینک منم، من مرگ و لیستی را در لابلای دستارم، من مرگ و نیستی را در لابلای دستارم پیچیدم و خواب دیدم در هیئت ولایت مکروه. وقتی که سرورم در خواب مرگ رفت از نسل حضرتش حتی به استخوان سفر رفتگان او رحمی نمی کنم. امروز در مصاحبه آوار مرگ را پرواز داده بود و با نه بزرگش آواز داده بود. من آن نه بزرگم بر عقل و بر عدالت و احسان. می گفت من انتخاب شدم در دولت امام زمانی در خدمت ولایت عظما مست و خراب شدم تا 4 سال دیگر در زیر سایه‌ام همراه با رفیقم اسرائیل هم با دروغ و حق و تزویر آزادگان ایران را در خاک میکنم و دارهای چوبین بیباک میکشم تصویر خیش را بر بستر سیاهی ناپاک میکشم. علیرضا نوریزاده چهارشنبه 14 جولای 23 تیر ماه به شما سلام میکنم. این 14 ژوئیه روز بزرگیست. وقتی انقلاب کبیر فرانسه رو آدم بیاد میاره اتفاقاتی که افتاد، البته کشتارم داشت، اعدامم داشت، روبسپیرم داشت، نمیدونم آدمای بزرگی هم داشت که کشتش دادن رفتن به خون، لوئیر هم داشت که گیوتین سر او و همسرش رو برید. اما یادگاری که به جا گذاشت اینه. امروز شما در فرانسه که میرید آثار این دموکراسی رو با پوست و گوش حس می‌کنید. حقوق بشر، چند تن از مخالفان رژیم ایران به فرانسه رفتن. البته رژیم جنایتکار حواسش بیشتر جمع که در فرانسه زنده ها دکتر بختیار رو کشت، دکتر برومند رو کشت، دکتر الهی رو کشت، دکتر مظلومان رو کشت و و و کشت. که این شیوشه. امیدوار بودم آقای مکرون یک نگاه دیگری به رژیم داشته باشه، به خصوص وقتی که یک قاتلی رو در مقام ریاست جمهوری میگذارن، بعد یکی بدتر از او رو در مقام ریاست قوه قضاییه. امروز مهمان نازنین من دکتر شیرین عبادی، بانویی که در آن تلخی ها کام ملت ما رو با جایزه نوبل شیرین کرد. درود بهش میگم و آغاز میکنم خانم دکتر با این سوال: چه حسی به شما دست داد وقتی خبر رو دیدید که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شد؟ با سلام به شما و هموطنان عزیزم، اجازه بدید بگم من دیگه از
هیچ کاری این حکومت تعجب نمی کنه. در حقیقت این هم چشمه ای بود مانند چشمه های دیگر. در حکومتی که وزیر کشورش با افتخار در از کشتار خیابانی مردم در آبان صحبت میکنه و وقتی که مورد پرسش قرار میگیره که چرا به سر مردم شلیک کردید، مردم بیگناه چرا سرشون رو شلیک کردید، خیلی خونسرد میگه نه ما به پاشون هم شلیک کردیم فقط سر نبود. شما از این حکومت چه توقعی دارید؟ بنابراین اجازه بدید که من بگم دیگه هیچ چیزی در این حکومت تعجب من رو بر نمی انگیزه. وقتی که سیستان و بلوچستان با اون شرایطن که بعد از تلفات سنگینی که مردم بیدفاع اونجا در اثر کرونا دادند لطف میکنن که وقتی که صحبت از سیستان و بلوچستان میشه و یا میخوان برن به بازدید بیمارستان ها، به گفته پزشکان بیمارها را زودتر مرخص میکنن که عنوان نمایش جلوی تلویزیون جمهوری اسلامی چند تخت خالی رو نشان بدهند که بگویند ببینید ما هنوز ظرفیت داریم. اینایی که میگن تخت آفره بیهوده است. یا زمانی که در اثر استیصال مردم مجبورن برن به کشوری مانند ارمنستان و در صفهای طویل نوبت بمانن، شما دیگه میخواید از چی تعجب بکنید؟ خانم دکتر وادی، نه من فقط صحبتم اینه، هر رژیم بدی در عالم، هر رژیمی که اصلا رابطه‌ای با ملتش نداره، یک تغییراتی داره، یک ذره آدم میگه بالاخره از شرافت انسانی یه تاش بهره برده. حالا پاپادوک باشه، رژیم پاپادوک، یا از به قول معروف رژیم‌های آدمکشی که در امریکای لاتین بودن، یا تغییراتی آدم انتظار. تصور میکنی این رژیم چگونه تحمل میکنه ملت بزرگ آزاده ثروتمندی مثل ایران به گدایی واکسن بره به ارمنستان؟ خیلی برای من توهین آمیز بود، یعنی واقعا تو این چند روزه کلافم. این هموطنام هم میبینم تو صف ایستادن، اون وقت آقای حسن نصرالله میاد بگه با عنایت آقای خامنه‌ای ما 200 خونه ساخت، خونه درست کرد. وقت مردم باید برن برای گرفتن واکسن به مرز ارمنستان. یعنی واقعا این رو آدم چه معنایی میتونه براش قائل بشه؟ ببینید این جز استبداد و فساد حکومتی طبیعتا معنای دیگری نداره. من به خاطرم میاد در اون اوائل که این حکومت خیلی هم جنایاتش علنی نشده بود، من با یکی از اساتید خودم که به هر حال بیشتر از من تجربه داشتن گفتم من تعجب میکنم از اینها، این کارهایی که میکنن از خدا نمیترسن؟ جواب جالبی به من داد، گفت اینها سالها در حوزه در الهیات درس خوندن، قوتور بودن و فهمیدن که آنچه که میگویند دروغ است و خدایی وجود نداره. در نتیجه با خیال راحت هر جنایتی رو میکنن برای اینکه میدانن عقوبتی ندارن. من البته به شخص بارها گفتم شخصا معتقد به اسلامی که خودم میشناسم هستم، نه به اسلام آقایون، ولی که واقعا حرف دوستم هم تا یه حدود بسیار زیادی حقیقت داره. اینا اصلا نه خدا میشناسن نه پیغمبر، دروغ هم میگن، همه جنایات رو میکنن. اجازه بدید بر جنایاتی که مرتکب شدن دست گذاشتن در دست طالبان هم اضافه بکنیم بر جنایات اینها. یعنی شما فکر کنید اینها طالبان رو برداشتن آوردن و وعده همکاری بهش دادن، کمکش میکنن، همون طالبانی که
به قول روزنامه‌های حکومتی دیگه اون طالبان قدیم نیست و تغییر روش داده. نه خیر، تغییر روش نداده، همون کشتارها رو داره انجام میده. و بعد حکومت جمهوری اسلامی با خیال خام که میتواند اینها رو رام بکنه، در حقیقت ماری هم در آستین خودش که نه، در آستین ملت ایران داره پرورش میده. این طالبان برای اینکه دسترسی به پول پیدا بکنه، چون میدانید که در همه جای دنیا اینا جزء گروه های تروریست هستند، کسی نمیتونه برای اینا پول بریزه، برای اینکه هزینه های جنگ های بیهوده خودش رو تأمین بکنه، مسلما دوباره روی به قاچاق تریاک میاره و بهترین راه قاچاق تریاک از ایرانه. حالا در این ارتباط چه تعداد بیشتر جوانان ما آلوده خواهند شد، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، این رو آینده روشن میکنه. ولیکن گذشته طالبان و حکومت جمهوری اسلامی نشون میده که در یک کلام این دو حکومت جنایتکار اگر با هم بسازند، وای به مردم ایران. اگر با هم نسازند، باز هم وای به مردم ایران. این چی بود که تو آستینتون پرورش دادید؟ این چه آینده ای بود که برای مردم ایران علاوه بر فقر و فلاکت دارید رقم میزنید؟ خانم دکتر، اجازه بدید من دو تا موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. مرحوم آیت الله شریعت مداری یه روزی در آستانه بازگشت خمینی، ما پیشش بود، دوستان دیگری هم بودن از جمله بعضی از حقوقدانان دوست شما، اونجا تحسن به اصطلاح را یا اومده بودن پیشش، ایشون برگشتن گفتن این مرد اگر پاش به قدرت برسه، این نه به خدا اعتقاد داره نه به پیغمبر، و اولین قربانیش مذهب تشیع و دومین قربانیش اسلام و ایران خواهد. ایشون سریع این رو به ما گفت، بندم تایید میکنم که این حرف رو شنید. و روحانیون آزاده دیگری هم بودن که گفتن اینا اعتقادی ندارن، چون فکر با اینا خدا میشناسن. آخه کسی که خدا بشناسه عاملی تهرانی رو اعدام میکنه، نادر جانبالی رو اعدام میکنه، اون بحث وحشیگری رو روی پشتیبان مدرسه علوی میکنه. به هر حال این طبیعت ایناست و هیچ هم بنده انتظار ندارم غیر از این ببینم. اما در مورد طالبان که فرمودید، خانم دکتر، من فتوای ملا عمر رو خوندم اینجا. ایشون تصرف پسر و دختر شیعه رو مجاز اعلام کرد. به همین دلیل در قصه بادبادکران هم هست، پسر بچه های شیعه هزاره رو اینا میبرن به بیگاری جنسی، یعنی هر کدوم از اینا یه پسر بچه کنارشون هست، تجاوز میکنن به این پسر و این پسر براشون میرقصه، آواز میخونه و تجاوز میکنه. دخترای شیعه هم همینجور. بعد 8 دیپلمات اینا رو سر بریدن و این رژیم اینقدر بی غیرته، اینقدر بی غیرته که میره به اینا پول میده، زن صیغه‌ای براشون درست میکنه که تو مشهد و زاهدان خونه بهشون میده، زنم داشته باشن، و حالا هم حامی اینا شده. و متاسفانه اون آمریکا هم بی‌غیرت‌تر ملت افغانستان رو داره رها میکنه در چنگ طالبان، جمهوری اسلامی و روسیه، این متحدانی که با هم همدست شدن، یه حدی هم ترکیه. ولی خانم دکتر، شما که در مجامع بین‌المللی هستید، آیا جهان به این مسئله اینقدر بی‌اعتناست؟ آیا فرانسه، آمریکا، اروپا، اینا اینقدر بی‌اعتنان به این قضیه؟ متاسفم که یک بار دیگر باید بگم، قبلا گفته بودم در همین برنامه، هر حکومتی در اروپا و آمریکا به فکر منافع مردم خودش و آرایی است که از مردم میگیره. این حکومت ماست که بایستی به فکر مردم خودش باشه که نیست. الان چند ساله که حکومت ایران مردم ایران رو به گروگان مسئله انرژی هسته‌ای گرفت.
همون فرانسه ای که شما میفرمایید مهد دموکراسی و حقوق بشره که البته هست ولی کم فقط برای مردم خودش، همون فرانسه، انگلیس، آمریکا، همشون ازم به فکر این هستن که یه جوری سر ته قضیه رو هم بیارن و خیالشون از مسئله انرژی هسته‌ای راحت بشه و از اون مهمتر قراردادهای تجاریشون رو با ایران ببندن، یه چند سباهی بیشتر مردم و مملکت ایران رو بچاپن و رقابت‌هاشون رو با چین به اصطلاح تنظیم بکنن. سرنوشت مردم ایران البته که مورد نظرشون نیست. شما ببینید در فرانسه یک اتفاق بدی افتاد، شارلی ابدو، اون مسئله کشتار روزنامه‌نگاران، 7 یا 8 نفر بودن. دیدین چه طور اروپا تکون خورد؟ در همین افغانستان یا به طور کلی در خاورمیانه، در عراق، در ایران روزانه چند نفر کشته میشن؟ به وسیله حکومت ها یا به وسیله جنگ های بیهوده یا به وسیله آثار باقی مانده از جنگ مانند مین، چند نفر کشته میشن؟ کی خبردار میشه؟ حتی عدد هم اینها نمیدانن، چه برسه به نام هویت. بنابراین خیلی متاسفم که بگم در نزد کشورهای غربی که ادعای پایبندی به حقوق بشر دارن، حقوق بشر رو برای مردم خودشون میخوان. به ما که میرسن میگن خب فرهنگه. چی فرهنگه؟ واسه شما فرهنگ نبود، به ما که رسید شد فرهنگ. اما راه حل چیه؟ اونا اینطوری هست. ما باید چی کار بکنیم؟ ما بایستی صدامون رو بلند بکنیم که به گوش رای دهندگان فرانسوی و اروپایی و آمریکایی و کانادایی برسد، که بگوییم مردم ایران رو دریابید، با نهادهای مدنی اونجا ارتباط داشته باشیم و از این طریق، یعنی از طریق رای دهندگان به حکومت‌های اروپایی و آمریکا، سعی کنیم که تأثیرگذار باشیم. ما باید کار خودمون و وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خانم دکتر عبادی، رساندن صدای مردم از به جامعه بین‌المللی. بله، ببینید، حرف بسیار درستی فرمودید که اینا به فکر مصالح خودشونه. آقای حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در رأس هیئتی از آدمکشان رژیم در عراق و به طوری که مقامات امنیتی عراق گفتن، ایشون آمده و نقشه‌های پایگاه‌های آمریکا رو در اختیار گروه‌های وابسته گذاشته و تأکید کرده هر چه بیشتر آمریکایی بکشید. خب آیا این علیه مصالح خودشون نیست؟ یعنی آیا آمریکا اینو نمی‌بینه که ادامه این رژیم یعنی به خاک افتادن شمار دیگری از شهروندان آمریکایی؟ 4000 نفر فقط اینو در عراق کشتن، در سعودی، در جاهای دیگه، در لبنان. و آیا آمریکا واقعا، به هر حال شما با بسیاری آدمهاشون صحبت میکنید، در این اندیشه نیستن که این ماری، این اژدها در نهایت خود اینا رو میگزه و خود اینا رو آزار خواهد رساند؟ آقای دکتر ببینید، مسئله سر این است که هر حزبی که به قدرت میرسه در آمریکا به فکر این است که 2 مرتبه رای بگیره. اینا برنامه دراز مدت سیاسی که ندارن. فراموش کردید که طالبان با پول آمریکا درست شد؟ بله. فراموش کردید که دولت ایران و خمینی، جمهوری اسلامی ایران و خمینی با حمایت آمریکا به قدرت رسید؟ کنفرانس گوادالوپ رو فراموش کردید؟ اینا چیه؟ اینا در حقیقت برنامه ریزی دراز مدت ندارن، فقط تا نوک دماغشون ببینن فکر میکنن که حالا با آمدن خمینی و روحانیون جلوی نفوذ کمونیسم رو میگیرن، خب فعلا خوبه. و
بعد دیگه فکر نکردن که اینا آخرش چی میشه. یا طالبان رو که کمک کردن، اساسا ایجاد طالبان به وسیله آمریکا بود. چرا اون زمانی که ایجاد شد در قبال هجوم لشکر شوروی به افغانستان اینا میتونستن باهاش بجنگن؟ یعنی که دشمنی ذاتی دارن به هر حال با کسانی که ضد خدا هستن. خب اما فکر اینو نکرد که روزی که لشکر شوروی افغانستان رو ترک بکنه این اژدهای دو سر برمیگرده سمت خودش و فاجعه 11 سپتامبر رو رقم میزنه؟ نه فکر نکرد. برای اینکه اینا برنامه ریزیشون کوتاه مدته، به اندازه 4 سال یا 8 سالی که در قدرت هستن و بعد مردم رو رها میکنن به سرنوشت خودشون. یا روزی که در عراق حمله کردن صدام رو برداشتن، به خیال خودشون نفسی به راحت کشیدن. خب بله یه چند سباهی هم اونجا آمدند و اقداماتی کردند و خوردند و بردند، اما حالا باید جواب بدن. جوابش هم همون گلوله هاییست که مردم عراق میاندازن به سمتشون. واقعا تمام اینها شما طول تاریخ رو نگاه بکنید، اشکال از اینجا سرچشمه میگیره که هر حزبی فقط برای مدتی که در قدرته بخواد سرمایه گذاری بکنه و در قدرت بماند. برنامه های سیاسی طویل مدت ندارن. این است که دنیا رو با آتش کشیدن. البته خودشون هم دیدید که در آتش سوختند و بیشتر از این هم خواهند سوخت. خانم دکتر، خیلی برای من جالبه که شما اینجور که میفرمایید که اینقدر نگاه کمبین و کمسو و نوک دماغبین رو دارن. یعنی در واقع وقتی آقای کارتر رفت در گوادلوب نشستن و فکر کردن یه خمینی نامی میشه کمربند سبز جلوی شوروی رو میگیره، واقعا هرگز فکر نکرده بودن که ضدیت اینها با امریکا بعداً عمیق‌تر از ضدیت کمونیست‌ها، چون بالاخره کمونیست‌ها سکولارن، جمال جامعه امروز هستن، حالا هر اندیشه که دارن امروز. ولی چیزی که ما مشاهده میکنیم، شما دیگه اون جنبش چپ به معنای گذشتهش وجود نداره. امروز اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنیش دشمن تمدن و فرهنگ. شما برگردید به روزگار محمد عبدو و جمال الدین اسدآبادی، بحثی که اون وقت بین روشنفکران مصری خیلی شدید بود این بود که آیا ما باید از غرب تقلید کنیم تا به غرب برسیم پیرو بریم جلو، یا نه ما باید به تمدن و فرهنگ خودمون برگردیم. و بعضی از این دانشمندان جدال میکردن کواکبی و نظرش، آقا جان ما چی داریم که برگردیم بهش؟ بیابانگردی و شترچرانی و ما چی داریم؟ ما باید از غرب الهام بگیریم. الان شما نگاه کنید، آقای خامنه‌ای اولین واکسن کرونا رو خودش میزنه، واکسن آمریکایی، بعد جلو مردم تظاهر میکنه که مقام معظم واکسن ساخت ایران رو زد و بعد معلوم میشه اصلا واکسن ساخت ایرانی وجود نداره. اون کاری هم که با کوبا داشتن میکردن هیچی، باطل شده رفت. یعنی مبنا دروغ، فریبکاری، از غرب بهره میگیرن. حالا من نباید اینجا حرف بزنم، این تریبون متعلق به شما، ولی در نشستاتون خانم دکتر که داشتید و حتما هم باز خواهید داشت، اینها رو به اینا تذکر نمیدید؟ و اگر میدید جوابشون چیه؟ ببینید من خوشبختانه نه با حکومت ایران و نه با هیچ حکومت دیگه ای سنم ندارم. میدونم علتش من فعال سیاسی نیستم، من مدافع حقوق بشرم، ارتباط من با جوامع مدنی و با دانشگاه هاست و بله. با افرادی که صحبت میکنم اونها هم مثل من فکر میکنن، اونها هم دلشون از حکومتشون خونه، همونطور که دل من از حکومتم خونه. و البته از طریق رسانه های اون کشورها من صدام رو به گوش سیاستمداران هم میرسانم، البته اگر که بخواهند گوش کنند. برای اینکه گفتم مسئله ما
مسئله ماست، مسئله اونا مسئله دیگری است. اما ما باید سعی کنیم رای دهندگان رو تحت تاثیر قرار بدهیم. کاری که متاسفانه حکومت مثلا در آمریکا با کمک ظریف خیلی خوب انجام داده. بله. ببین حتی در گروه های به نام صلح طلب اینا ظاهر می شوند. آمریکایی هم هستن، ایرانی هم نیستن. بعد حرفایی می زنن که در ابتدا توجه شما رو جلب بکنه. اما یه ذره که میره جلو شما میدین سمت و سوش یه جای دیگه است. اجازه بدین من از یک گروه آمریکایی که طرفدار صلح هم هست اصلا اساسنامه‌شو ببینید، تمام صلح و دوستی و آشتی و ضد نظامیگری و اینا صحبت میکنه، فهم میکنید چه گروهی هستن به نام پینکود. بله. این رئیسش یه خانومی است که همیشه در تظاهرات صلح هوار میکشه و داد میکشه و چندین بارم افتخار میکنه که من چندین بار به وسیله پلیس آمریکا دستگیر شدم و من علم میکنم و بل میکنم. خب اون وقت این خانم سابقهش در میاد که در ایران آمده در جشنواره سپاه پاسداران دعوتش کردن به جایزه دادن با لچک روسری. نه این یه نوزه رو من برمان مثال میگم ها. یا اینکه در نایاک کلیتا پارسی رو بنده و ایرانی ها رسوا کردن، از اونجا رفت حالا یه مؤسسه آمریکایی درست کرده همراه با یه آمریکایی. خب اینا چیه؟ ما چی کار بایستی بکنیم؟ در حد توانمون بایستی اینا رو دستشون رو کنیم، آشنا بکنیم که در جهان چه میگذره و در این حالم خودمون از کلمات کلیشه‌ای که حکومت دهان همه میگذاره استفاده نکنیم. یکی از این کلمات کلیشه‌ای این است که اصولگراها خیلی بدن، اصلاح طلبان کمی بهترن و با این حیله دنیا را فریب میدن. ما باید یه چیزی رو روشن بکنیم، اصلاح طلب و اصولگرا نداریم، فرقی نمیکنه. کتابی که دست این هاست و بایستی اجرا بکنن قانون اساسیه. قانون اساسی رو نگاه کنید، تو قانون اساسی ننوشته که ولایت فقیه برای اصلاح طلب وجود نداره، یا تو قانون اساسی ننوشته که اختیارات ولی فقیه برای اصلاح طلب کمتره. در نتیجه فریب این بازی رو نخوریم که رای بدیم که مثلا اصلاح طلبا به قدرت برسن. من اصلا صحبتم سر اصلاح طلبا نیست، صحبتم سر قانون اساسی جمهوری اسلامیه که برای همه یک ساله. و اجازه بدید الان به یکی دیگه از اون کلیشه ها من مراجعه بکنم. همه جا این چیز از اون بخشش ماندلا بخشید، ما باید ببخشیم، ما همه رو میبخشیم. البته که بخشش خوبه، اما اجازه بدید من یه چیزی رو از زندگی ماندلا بگم. ماندلا رهبر چریکا بود، به این دلیل رفت 27 سال هم زندان بود و تا زمانی که سفیدپوستا رو میکشتن میگفت هر کس شما رو کشت بکشید. تا اینکه دیگه سفیدپوستای در حکومت خسته شدن، تسلیم شدن، گفتن ما دیگه دست از خشونت و کشتار رنگین پوستان بر می‌داریم و ماندلا هم آزاد کردن که بیاد صحبت بکنه، برای اینکه ماندلا رئیس کنگره ملی آفریقای جنوبی بود. خب اون موقع نلسون ماندلا گفتش که حالا زمان بخششه، مردم به من بیشتر از همه ظلم شد، من بخشیدم، شما هم ببخشید. زنش راضی نبود. بله. چون زن رو طلاق داد برای اینکه دنبال کشور بود. حالا یه سوال میکنم، حکومت ایران که الان تفنگ دستشه توی دیماها
آبان اون فجایع رو رقم میزنه، من به مردم بگویم ببخشید. آخه چی رو ببخشن؟ هر وقت حکومت دیگه زندان نکرد، دیگه آدم نکش، اون موقع میشود همه دست در دست هم بگوییم حالا زمان عفو و بخششه. بی خود کسی صحبت از بخشش نکنه. بخشش زمانی است که حکومت از بین میره یا حکومت اعلام سازش میکنه با مردم، زندانی های سیاسی رو آزاد میکنه، دیگه زندانی نمیکنه، دیگه نمیکشه، اون موقع باشه صحبت بخشش هم میکنی. درود بر شما. خیلی جالبه خانم دکتر، اشاره به نایا کردی. بدترن و دکتر آقا جواد، آقای جو بایدن انتخابش کرد جز هیئتی که برای مذاکره با جمهوری اسلامیه. حالا باباش چیکار است، خودش چیکار است؟ اجازه این درنگ کوتاه بکنیم برگردیم. دو سوال اساسی است که میخوام از حضرت عالی بپرسم. با ما باشه. با درود دوباره. چقدر دلم میخواست این هنرمندای عزیز ما، این خوانندگان میلیونی ما یک کار مثل ماجد رومی میکردن، این دنیای عربو به لرزه آورد. خطاب به آقای رئیس، تو آینده ما رو نابود کردی، تو فردای فرزندان ما رو فروختی، تو به اراده ما خیانت کردی، به عشق ما خیانت کردی. یا سید الرئیس، یا سید القائد، یا سید الخامنه ای، حالا به هر زبونی آدم میخواد بگه، به عربی بگه بهتره، ولی اینو دشمن عربا، مثلا عربای ایران بگه چه زجری میکشن، هنوز بعد از جنگ، بعد از 30 سال هنوز خونه هاشون رو نساختن. ولی به هر حال این یکی از زیباترین و تکاندهنده ترین ترانه هاییست که این بانوی بزرگوار خونده، ماجد رومی. و امروز دلم خواست در خدمت خانم دکتر که هستیم این رو بشنویم. خانم دکتر دیدی ترجمهش هم بود که واقعا واقعا تکوندهنده است این آهنگ. حضورت عرض کنم سوالی که دارم خیلی سواله، از دید خودم مهمه. اینا یک فردی رو آوردن گذاشتن به جانشین رئیس قوه قضاییه آقای مصدق کهنمویی، یکی از القابش دشمن وکلاست. این آیا دهنکجی دیگری به شما نبود؟ به کانون وکلا، به وکلایت؟ ببینید اصولا این حکومت جمهوری اسلامی با هر گروهی که جزی استقلال داشته باشه مخالفن و در رأس اونها وکلا هستن. برای اینکه وکلا نونخور حکومت که نیستن، خودشون باید کار کنن بخورن. به محض اینکه به قدرت رسیدن تقریبا یک سال بعد میدونین چه کردن؟ کارون وکلا رو تعدیل کردن بلکل. یادم هیئت مدیره یه وقت رو که منتخب واقعی ما وکلا بود دستگیر کردن. بله. و تقریبا اشتباه نکنم 15-16 سال کانون وکلا که به وسیله نمایندگان وکلا باید اداره می شد، به وسیله فردی به نام افتخار جهرمی که وکیل بود از طرف قوه قضاییه انتخاب شد، با او اداره می کرد کانون رو. یعنی اصلا استقلال بی استقلال. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ آمدن کانون رو بازگشایی بکنن، گفتن اینطوری که نمیشه هر کس که دلش بخواد شما انتخاب کنین که کانون اداره بکنه. نظارت استثنایی بعد ما گذاشتن، گفتن ما کسانی رو که کاندید عضویت در هیئت مدیره باشن بایستی به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه. دادگاه انتظامی قضات هم خب طبیعتا از قوه، یعنی از وزارت اطلاعات بایستی استلام بکنه دیگه. به همین دلیل یه عده مهر چین شده های خودشون رو به عنوان هیئت مدیره قالب میکردند به وکلا. مثلا در این ارتباط وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سیفزاده، بنده و خیلی دیگه رد صلاحیت میشدیم. من هر بار مخصوصا
ثبت نام میکنم ببینم که یعنی نشون بدم که این انتخابات مورد رضایت وکلا نیست. ولی که خب بالاخره انتخاباتی بود و یه نیم چه استقلالی باقی مونده بود، اون چه استقلالم با آمدن وکلایی که پروانه وکالتشون رو از قوه قضاییه میگرفتن تقریبا اونم لغتر شد. بنگه از زمان آقای خاتمی و به لطف آقای خاتمی ما از اون موقع دو نوع وکیل داریم، وکلایی که پروانه وکالتشون از قانون میگیرن، وکلایی که پروانه وکالتشون از قوه قضاییه میگیرن و همه کارشون رو قوه قضایی است. اینا تمام کافی نبود، بعد حالا آمدن میگن که در یک هیئتی از این پس که تعدادی از یعنی دو نفر از وکلا و تعداد دیگری که حالا اگه من بخوام به تفصیل بگم طول میکشه از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی باید حضور داشته باشن که بر همه کار وکلا دادن پروانه وکالت و همچنین رسیدگی به تخلفات و همه چی اجرا پرونده و خلاصه کلیه سرنوشت وکلا رو این هیئت بحثی اداره کنه. خب حالا دیگه روز به روز وکلا شدن شیر بیان و دم و اشکم و از اون طرف هم وکلایی که به هر حال آزادی خواه بودن تمام گرفتار غضب حکومتی شدن تا حدی که از سال 88 من آمار دارم که آمدم بیرون بیش از 60 وکیل مورد تعقیب کیفری قرار گرفتن و تعدادی هم اساسا گفتم بابا ما نمیتونیم وکالت بکنیم، پروانه وکالتشون رو پس دادن. خب نتیجه چه میشود؟ مهم نیست که عده‌ای از وکلا از جمله من شغلمون از دست داده این و یا خواهیم داد، مهم این است که مردم بدون دفاع میمونن، وکلای میمانن که بل قربانگوی قوه قضایی و دادگاه ها باشن، در غیر صورت پروانهشون تمدید نمیشه. اون وقت متهمین مخصوصا سیاسی عقیدتی اونا چه کار باید بکنن؟ من به فکر این متهمان هستم قبل از اینکه به فکر وکلا باشم. خانم دکتر، شما نقطه نظرهای خودتون رو در زمینه دفاع از حقوق بانوان و کودکان بارها دیگه این آثار نوشتتون هست، دفاعیاتتون هست، بلایی که به سر شما آوردن هست. اخیراً دیدیم که دستگاه تبیان که در دفتر آقای خامنه‌ای درست شده و کمیل خجسته پسر اخوزوجه ایشون منصور خانم ایشون اداره کننده اون هستن، باب همسریابی موقت و دائم باز کردن و صیغه کردن و اینها این صیغه ای رو که به اعتقاد من یکی از زشت‌ترین انواع فحشاست، من اعتقادم اینه، این رو دارن به عنوان یه بیزینس میلیاردی راه انداختن و دارن انجام میدن. شما به عنوان یک حقوقدان، مدافع حقوق زن، مدافع حقوق کودک که رژیم بر سرش بلای پرستو رو اولین بار بر سر او آورد، بر سر همسرش، نگاه شما به این کار چیه؟ واقعا اینا میخوان جامعه ما رو به کجا ببرن؟ من در تلگرام خودم، در صفحه تلگرام خودم راجع به این مسئله نوشته بودم، در حقیقت اینها از هر چیزی که بشود پولی در آورد ابایی ندارن و از همه مهمتر از این طریق فرهنگ پدر سالار و کثیف خودشون رو هرچی بیشتر دارن اشاعه میکنن. ببینید یه زمانی در ایران تعدد زوجات ضد ارزش بود، هرچند هیچ وقت تعدد زوجات در ایران به طور مطلق ممنوع نبود، حتی زمان شاه و بعد از قانون حمایت خانواده تعدد زوجات با شرایطی
در دادگاه می توانست مرد اجازه بگیرد. بنابراین اجازه بدید بگویم هیچ وقت تعداد زوجات در کشور ما غیر قانونی نبود، منتها زمان شاه خیلی سخت‌تر و با اما اگر قانونی بود. اینا آمدن اولین کاری که کردن تمام اون اما اگرها رو برداشتن، گفتن هر مردی بدون این شرطی فورا میتواند 4 تا زن بگیره. و این درست 4-5 ماه بعد از پیروزی اونا بود. من یادم یه مقاله نوشتم که آیا انقلاب کردیم که فقط زن بگیریم؟ نتیجه انقلاب این شد. و یا مثلا صیغه زمان اصلا جزء فرهنگی ما نیست، نبود، اما اینا اشاعش میدن. قبحش ببینید یک نسل که بگذره قبحش میریزه. اینا در حقیقت هدف از این کار قبح زدائی از یک چنین اعمالی و کسب سود است از هر طریق و مجرایی که بتوانن. اینا نه حیا سرشون میشه، نه خجالت سرشون میشه، فقط دلار میفهمن. همین. و بسیار باعث تأسفه. اگه یادتون باشه روحانیت قبل از انقلاب به هر حال جایگاهی داشت. شما در یه مجلسی وارد می شدی یا آقای روحانی بود، به احترامش می ایستادید و مصافحه می کردید، یا بانوی مثل شما حتما در برابر یک روحانی خود رو مقید می دونست به بعضی مسئله، برای که برای روحانیت احترام قائل بودید. ولی آنچنان این حرمت شکسته شده که امروز روحانیون، یکی ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی میشه که مجله مکتب اسلام میداد بیرون قبل از انقلاب و امروز به این روزگار افتاده، و یکی آقای وحید خراسانی میشه که برای اینکه عکس حضرت عباس توی تلویزیون تمثال مبارک نشون داده شده ریش میکنه، گریه میکنه، عمای به زمین میزنه، اما دختر و پسرای مردم رو که اینا کشتن تجاوز کردن تکون نمیخوره. واقعا روحانیت هم به افلاس مطلق رسید. سوال من از شما اینه که باز برمیگردم جایگاه ویژه شما به عنوان حقوقدانی که برنده جایزه نوبل شد. جایزه نوبل صلح اعتبار دیگری دارد. شما در فیزیک یه اختراعی میکنی، یه کاری میکنی، یه جایزه بهت میدن. در یه مدتی هم دوام داره، چون ممکنه فردا یک اختراع بزرگتری بیاد از هم بالا شما رو نفی کنه. ولی جایزه صلح نوبل یک انسانهای ویژه‌ای شایستگی اونو پیدا میکنن که بهشون بدن. خانم شیرین عبادی هم در دستگاه بین المللی پارتی و غیره نداشت، با پادشاه بلژیک و نمیدونم نخود وزیر دانمارک هم هیچ ارتباطی نداشت. حالا من میخوام بگم خانم دکتر عبادی، مردم میخوان بدونن تا چه حد دکتر عبادی از این جایگاه خودش برای حقوق مردم ایران و برای اینکه این ملت زجر دیده و ستم کشیده یه لحظه بتونه نفسی بکشه و آزاد بشه، شما چه کار دارید براش میکنید؟ مهمترین کار من بلندگوی صدای مردم است. من مدافع حقوق بشر هستم، فعال سیاسی نیستم که راهنمای کسی باشم بگویم به این رأی بده به اون رأی نده، از این راه برو از این راه نرو. من مدافع حقوق بشر هستم. بیشترین وظیفه‌ای که برای خودم قائل هستم حمایت از مردم به هر صورت ممکن که امکان پذیر باشه، و مهمترینش در حال حاضر رساندن صدای مردم است. در این ارتباط 3 کتاب من که بسیار هم پرفروش و به زبانهای متعدد نوشته شد، در حقیقت سرگذشت من و خانوادم بود، اما در حقیقت سرنوشت ایران بود. ایران اویکنینگ، آنتیل وی آر فری و گلدن کیج، و هر 3 به وسیله بزرگترین ناشر دنیا چاپ شد به زبانهای بسیار متعدد، از عربی و اسپانیولی و فرانسه و انگلیسی اینا تمام گرفته چاپ شد. اینا در حقیقت کتاب من نیست، درد دل مردم ایرانه.
این یکی از کارهای من بود. من تا قبل از کرونا 10 ماه در سال سفر میکردم، دانشگاه های مختلف، اندیشگاه های گوناگون، هر جا که میرسیدم صحبت میکردم با روزنامه‌نگارا، جاهای مختلف که بگویم در ایران چه میگذره. قبلا به شما گفتم در آبان من در فرانسه بودم، مکرون منو برای شام دعوت کرد، نرفتم. بعد به خبرنگارا گفت دلیل نداره که من میخوام برم سر میز رئیس جمهوری بشینم که خفه خون گرفته زمانی که مردم من رو دارن تو خیابون میکشن. و همون شد که بالاخره مجبور شد که صحبتی بکنه و حرفی بزنه، یا اینکه با کانونای بین‌المللی وکلا در زمینه سرنوشت غم‌انگیز شغل وکالت دامن در ارتباطم. به هر حال هر آنچه که وظیفه من، وظیفه‌ای که خودم برای خودم از اول تعریف کرده بودم، توان من اجازه بده انجام دادم. خانم دکتر، اگر مردم ایران به شما بگن خانم دکتر عبادی شخصیتی داری، جایگاهی داری، ما میخواییم بیایم رأی بدیم، شما رو انتخاب بکنیم به عنوان رئیس جمهوری که حافظ حقوق ما باشی، چه جواب میدید؟ جواب خواهم داد، من مدافع حقوق بشر هستم، بایستی بین شما مردم بمانم که هر حکومتی که به قدرت میرسه اگر تجربی کرد بتوانم حرف بزنم، چنان که زمان شاه حرف زدم، چنان که زمان خمینی هم و خامنه ای هم حرف زدم و دارم میزنم. من باید بین مردم باشم، من بایستی علیه قدرت سیاسی باشم، نه اینکه خودم اون بالا بنشینم. اون فعال سیاسیه که برای به قدرت رسیدن تلاش میکنه. در این حال من حاضر، اجازه بدین یه چیزی هم اضافه کنم، توی برخی از هموطنان عزیز من، هر کس که برنده جایزه صلح نوبل شده باشه فکر میکنن که فعال سیاسی است و به او لقب فعال سیاسی میدن، از جمله خانم آن سان سو چی تا زمانی که در زندان بود و بله مدافع حقوق بشر بود و همیشه مثلا میگفتن از اون یاد بگیر، ببین اون چقدر خوب چیز کرده. بعدن که متاسفانه داستان روهینجا پیش آمده، اون داستانا و این خانم رو به عنوان اساسا جنایتکار، جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی دارن محاکمش میکنن، از اون برم در زندانه. خب به هر حال اون موقع باز میگفتن نگاه کن ببینی فعالین حقوق بشر اینجوری هن ها. ما بنابراین ببینید متاسفانه یکی از مشکلات من این است که دائما به همه متذکر بشوم فرق فعال حقوق بشر با مدافع حقوق بشر در چیه. من هرگز دنبال پست و مقام سیاسی نبودم و حتی اجازه بدید به شما بگم زمانی که کانون مدافعان حقوق بشر رو به اتفاق همکاران درست کردیم، همه ما روز اول یه نامه نوشتیم و امضا کردیم و در اون نوشتیم که هر کدام از ما در این رژیم، در هر رژیم دیگری اگر قرار بشه پست و سمتی قبول بکنه، این نامه به منزله استعفای او از کانون مدافعان حقوق بشره. درود بر شما خانم دکتر عبادی. ما به پایان برنامه رسیدیم. من یه درود دیگه به شما میگم، همیشه اعتقاد داشتم شما بر این عهد و پیمان خود استوار. در واقع قسم وکالت و قضاوت چیزی کمتر از قسم بقراط و طب نیست، اون قسم بالاتر و بالاتری. درود میفرستم به بانو دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، وکیل، قاضی و برنده جایزه صلح نوبل. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی به اتفاق سرکار خانم دکتر شیرین عبادی، همه شما را در پناه پروردگار عاشق می‌خواهم.